مهدی جان نمی آیی تا ببینی آنان که امام و انقلاب را مانع ظهورت می دانستند امروز چگونه امام شناس و انقلابی شدند و از سابقون و مقربین امام را هم در خط امام نمی دانند. سخنی با مجلس. چرا مجلس نتوانسته است در رأس امور باشد؟ چرا مجلس به عنوان قوای عاقل نظام بعضا دچار احساسات می شود و از دوراندیشی باز می ماند؟ چرا قدرت تحمل نظر مخالف در مجلس کم است؟ چرا حقوق اقلیت در شأن مجلس شورای اسلامی رعایت نمی شود؟ چرا امکانات لازم برای ایفای صحیح وظایف نمایندگی فراهم نمی شود؟ چرا در طراحی جا و مکان در مجلس این همه سعی و خطا می شود؟ چرا نقش نظارت مجلس کمرنگ است؟ چرا معاونین امور مجلس وزارتخانه و سازمان ها تنها در حد یادداشت مشکلات و نه حل آنها در مجلس حضور می یابند؟ چرا مجلس از آسیب